Okay. اون سب اکسش پاسپورت اوه، دوستا صدای من رو میشنه؟ بله، صدای شما را دارم. صدای شما بله رو بله میشنه؟ خیلی خوب. ببینی خب اولش که بذار یک دوست مایی بخیلیم یادش رفتم. خب دوستان، اول از همه خو سلام، خسته نباشید، خوش آمدید، خیلی خوشحالیم که باز دوباره همدیگر رو میبینیم. اسم ما احسان است، احسان میرزایی، ما کو هستم اینجا. البته خودم کدام وظیفه ای چیز ندارم در این کورس، ولی خب مثل شما اشتراک کننده ام استفاده میکنم. ولی خب همین جمعی که هستیم رابطه داریم در مورد مسائل دیتا ساینس، اینا علاقه داریم و گپ میزنیم. این جلسه دوم، همونطوری که سلیم گفت، جلسه قبلی ما بیشتر آشنایی داشتیم، اینتروداکشن و اورینتیشن بود. در مورد اگه یادم باشه در مورد گیت اپ گپ زدیم، در مورد محیط پایتون گپ زدیم و در مورد خود دیتا ساینس و ای که دوستا چی انتظارات داره. یک پول گذاشتیم، در او پولم یادم است که اکثرا ابتدایی بود، یک چند نفر متوسط بود و یکی دو نفر هم در حد پروفشنال بلد بود. برنامه امروز ما متاسفانه دقیق امو اسکجول و کانتنت که آقای احمدی در نظر گرفته خبر ندارم، ولی خب از روی تجربه میتونم بگم که دیتا ساینس در مورد شاید در اصلی ترین کارش امو پری پروسسینگ است و آماده کردن دیتا، و بعد از او هم که مدلینگ است و بعد از او مثلا پردیکشن میشه و کلاسیفیکیشن. پردیکشن و کلاسیفیکیشن دو تا تاسک اصلی برای دیتا ساینس و دیتا مدلینگ است. دیگه صبر میکنیم تا آقای احمدی دوباره خودش آنلاین شوه. اگر دوستا کسی میخواد اوپن دیسکشن کنه، گپ بزنه، نظر بده، یا در مورد جلسه قبلی گپ بزنه، مایک میتونه بگیره گپ بزنه. بفرما آقای سالی. بله، صدای من داره؟ بفرما. السلام علیکم به همه، انشالله همگی خوب باشن. یک درخواست که داشتم، آیا امکانش است که ریکارد جلسه قبلی شریک بسازین از طریق ایمیل؟ اختر از که اکثرا در جلسه قبلی نبودیم. ریکارد جلسه قبلی رو فکر کنم سلیم انجام داده باشه، ما برش پیام میمونم که چیز کنه، شریک کنه. ولی خب آه، گفتیم تشکر. جلسه قبلی بیشتر اورینتیشن بود، خیلی چیزی زیاد را از دست ندادیم. درست است، بخاطر از اینکه مو اوورویو از کورس داشته باشم که ما اکثرا نبودیم، بخاطر از اینکه دیسی ما کورس که ما میخوانیم یک معلومات داشته باشیم. اگر است میشه شیرش کنم، اگر یادم میتونستم هست ریکارد کرده بودم، ما باز دوباره چیز میکنم، یادآوری میکنم سلیمه که اگر چی ریکارد شریک کنم. آقای احمدی هم آمده، یک دو سوال اینجا فکر کنم دو تا از دوستات بالا کده بود، اینا یک کوتاه اگه میخواین گپ بزنیم، بعدش دیگه علی جان شروع میکنه. بفرم آقای صادقی. سلام خدمت شما. خیلی کوتاه فقط بگم جلسه قبلی استاد احمدی یک مقدار سطح تدریسشون خیلی سریع بود، فکر میکنم میخوام برداشت کنن که همگی سطح پروفشنال و حرفه‌ای هستن. اگه میشه یک مقدار با سرعت کمتر یا متوسط پیش برن خیلی خوب میشه. تشکر. خب حتما خود آقای احمدی هم میشنوه دیگه، انشالله توجه داره. خب علی جان خودت هستی دیگه، مایکم در اختیار خودت هست. تشکر. تشکر احسان عزیز، بخشش هم باشه. دوستان عزیز، من یک مقدار دیر شد رفته بودم بیرون، رفتیم یک مقدار بچه ها رو زور برده بودیم، مقصد خیلی دیگه تا جایی که تنستم دیگه خود سر وقت رساندم. یکی دو دقیقه فکر کنم من ناوقت رسیدم و
کلا 3-4 دقیقه هم که اینتروداکشن اینا پیش رفت و احسان جان یک مقدار چیز شد. در مورد محتوای کورس یا چه چیزی قرار صحبت کنیم، خانم نامش رو من یادم رفته، یادم نمانده راستش بخوایم، سوال کردن دوستایی که اگر سوال میکنن نام خوره بگن خیلی خوب میشه، من یادم قبلی نمیتونم. در مورد کورس ببینید، این رقمی ما با پایتون شروع میکنیم، بعد حالا خیلی سریع در مورد پایتون و یک حالا خود زبان پایتون چه بخشهایی داره صحبت میکنیم، بعد بعد از اون میریم حالا برنامه ما است که حد اکثر تو همون در یک ماه اول رو خلاص کنیم، چون بیشتر از اون نباید روش مانور بدیم، و بعد از او احتمالا شروع میکنیم خود برنامه اصلی را که بیشتر استفاده از پایتون برای کارهای مربوط به دیتا ساینس هست، که حالا دوست ما هم صحبت کردن گفتن که یک مقدار سطحش حالا ما سریع تدریس کردم، تلاش میکنم آهستش کنم، ولی اوکی let's see اوکی ما دوستا هفته گذشته ما یک چیز براتون فرستادم، یک گیتاب رو فرستادم، نفهم دوستا شروع کردن گیتاب رو برداشتن چیزی ازش یا نه، اگر نه که این لینک را بازم روان میکنم در گروه، این لینک را همه خواهشان دوستا برن داخلش و پروژه که وجود داره رو باید بگیرن در خود کامپیوترشون در واقع بیارن. حالا نفهم که این کار را کدن نکدن، کدین نکدین چه رقم است، انجام شده نشده، اگر دوستا داخل چت روم یک حداقل یک لایکی یا یک دیسلایکی یک چیزی بزنن که ما متوجه شیم چند نفری کار انجام دادن، که اگر انجام ندادن که ما دوباره یک اورویو سریع انجام بدم. اوکی نو و فقط یک حساب باز کردیم در موضوع گیت هاب. نو نشده نبودیم. اوکی نو اوکی سیمز اوکی 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 نو نه اوکی اوکی والا خیلی شاگرد های فعال داریم، خیلی خوبه. اوکی بذارید پس من یک خلاصه خیلی سریع درباره از اون میگم و بعد انشاءالله شروع کنیم. پس کسایی که همون لینکی که براتون روان کردم میتونید حداقل باز کنید داخل لینک برید یا نه، لینک وارد بشین خواهشن، لینک من روان کردم داخل گروه، یک بار دیگه من روان میکنم اینجا برای احتیاط. اوکی خیلی هم عالی، بذارید من میره اگر صفحه خودم هم شیر کنم. پس خب اگر وارد لینک بشین با یک همچین صفحه بعد روبرو بشین، درسته؟ همه دارن صفحه؟ والا کجا رفتیم؟ بله آقای احمدی داریم. بله استاد داریم. بسیار هم عالی، اگر همه دارین پس بینید در اینجا ما کلن حالا یک خلاصه بگم چی هستی بهش میگن، در واقع یک ریپو درست کردیم ما اینجا به نام همین Introduction to Data Science to Data Science with Python. So but we any چند تا فایل داریم، یکی گیت ایگنور هست، فایل گیت ایگنور کار خاصی انجام نمیده، هدفش در واقع هدف از فایل گیت ایگنوری که شما اینجا میبینید فقط به خاطر از این هست که شما همو فایلایی که دوست ندارید یا در واقع فایلایی که دوست ندارید گیت برای شما او را ترک کنه را در واقع انجام در وقتی که دارید پوش انجام میدید یا دارید کامیت انجام میدید یا دارید فایلتون را ترک میکنید، اونو فایلایی که با اینی پسوند باشه یا اینی ویژگی ها داشته باشه را برایتان ترک نمیکنه، خلاصش این نیست. بعد لایسنسش خیلی مهم نیه، ریتمی در واقع این فایل اولی که می‌بینید اینه میشه this repo contains the material for the course introduction to data science with python، در واقع کل هدف اینمی ریپوی که می‌بینید اینمی هست. بعد ما یک فولدر به نام اسلایدز داریم، حالا بهتر بود این ماتریالز می‌ذاشتم، حالا اسلایدز گذاشتم، میتونید بعدا عوضش کنیم خیلی مهم نیست. بعد اینج یک سری مودیول داریم، ویک 1 داریم، نفهم introduction to Python programming for beginners داریم، این هم PPTX هست، در واقع پریزنتیشن هست. من حقیقتش از روزی پیش نمیروم ولی میتونم براتون فقط رو باز کنم یک دفعه که ببینید چی هست چی ندارم داخل ریپوی ما، چی هست و چی نیست. فقط بگذارید ما یک دفعه مورد از روی خود لپتاپم هم باز کنم، در خود لپتاپم هم
Okay, here we go. در واقع چیزی که هست فعلا من یه ریپورت تغییر میارم، در واقع روی از تغییرات میارم روی همین پریزنتیشنی که میبینید. خود برنامه حالا تدریسش توسط از من انجام میشه، خود برنامه فعلا این چیزی که میبینید فعلا در حال حاضر ای هست، Introduction to Python Programming for Beginners هست، و بعد از اون دیجیتال در واقع این برنامه حالا توسط دیجیتالایزیشن یونیت افغانستان فروم در واحد جرمنی انجام میشه. بعد از اون حالا میریم یکی یکی استپ بای استپ میریم جلو. استپ اولی است که اصلا ما پایتون رو نصب میکنیم، بعد مینیکوندا رو نصب میکنیم، بعد مینیکوندا ضرور نیست ولی ما یک خلاصه یک نگاه خیلی خلاصه بهش میکنیم، و بعد از اون introduction to VS Code داریم، و حالا ای به عنوان یک IDE هست یا Integration Development Environment. فعلا ای را کار نداریم، بعدا برمیگردیم بعضی جوپیتر نوتبوکس، فعلا با جوپیتر نوتبوکس کاری نداریم ولی خب برمیگردیم بعضی، و بعد از اون شروع میکنیم اولین برنامه هایی که در پایتون می نویسید و چیز ازی شروع بهز میکنیم. پس در واقع هدف امروز ما بیشتر روی از این میچرخیم، احتمالا اگر اینتروداکشن به مینیکوندا داشته باشیم، پیپ داشته باشیم و وی اس کد در واقع اینستال میکنیم یا در واقع کانفیگور میکنیم، و بعد از یک چند تا برنامه خیلی ساده از چیز انجام میدیم. خب حالا اگر آمده باشین در خود از این ریپو که امیدوارم همه آمده باشن، اینجا یک چیز داریم به نام کد، میبینید دیگه نه؟ میبینید؟ بله، احمد صاحب میبینیم. بله استاد، میبینیم. کد که دیدین اینجا یک چیز بهتون میده، یکی HTTPS هست، یکی SSH هست و یکی GitHub CLI هست، درسته نه؟ بله درسته؟ استاد. این یک حالت چیز هست شبیه تو میگن آیکون کپی هست، میتونید این روش کلیک کنید، یک کلیک کنید مینویسه کپی، یعنی که چه شده مو اطلاعاتی که اینجا دارین کپی میشه. این رو انجام بدین خواهشن. همه انجام دادین؟ بله و کسی که اگر کسی به هر نحوی به هر دلیل عقب مانده بگید که من دوباره تکرار کنم. خب ما حالا این مرحله رفتیم پس جلو، در واقع اچ تی پی اس رو میاد کپی میکنید، کپی که کردین میایین داخل یک پوشه ای از کامپیوترتان که در واقع یا محلی از کامپیوترتان که میخواید در واقع نید پروژه درش پروژهایتون رو سیو کنید. مثلا به طور مثال من یک چیز دارم، پرسونال دیتا دارم و یک پوشه دارم به نام پروژکت، من میخوام داخل پروژکت این پروژکت جدیدی ما خودم بیارم. اگر همه در واقع اونو فضایی که میخواین کار انجام بدین پیدا کردین یا اون فولدرتون اوکی هستین که بریم مرحله بعد. ببخشید احمدی صاحب، برنامه قبلی من کامپیوتر من بسیار مشکل داشت، نتونستم کلی همزی فایل ها رو بگیرم. اگر ممکن است یک بار من لینک شیر کنین که من اما لینک ما بردارم. لینک شیر کردم در داخل گروه، خب داخل همین چت اگر برین چت نگاه کنید لینک شیر کردم. دوستان همه فولدری که میخواید در واقع کار انجام بدین پیدا کردن دیگه، درسته؟ بله اوکی، بعد از اینکه در واقع به فولدر مورد نظر رفتین میایین اینجا، حالا میتونید این کاری که من میکنم برای ویندوز احتمالا در چه بهش میگن مک و لینوکس متفاوت است، میتونید بیاید روی همین ای باری که اینجا میبینید، یا اگه اشتباه نکنم اکسپلور بار یا هر چیزی که نامش میبینید، اینجا بیاین یک کلیک کنید، کلیک کردن این رو پاک کنید، بنویسید فقط CMD و اینتر کنید. CMD بنویسید، اینتر میزنید. CMD اینتر که بزنید براتون یک فایل یک CMD براتون باز میشه، در واقع یک ترمینال ویندوز براتون باز میشه. در ترمینال ویندوزی که براتون باز شده دقیقا دقت کنید اینجا ترمینالتون با همو آدرسی که در واقع این پوشه قرار داره یا این فولدر قرار داره باز شده، نوشته دی پرسونال دیتا پروژکت، درسته؟ اینجا اگر هفته گذشته بوده بو کار کرده باشین باید گیت رو نصب کرده باشین. اون نفهم گیت رو نصب کردین یا نه، کسایی هستن گیت نصب نکرده باشن؟ همه گیت نصب سلام. کردن؟ بله استاد، هستم ماشون جلسه اول است، جلسه قبل ما دست داره خب اگر گیت رو نصب نکردین
بذارید پس یک خلاصه خیلی ساده پس بریم سراغ گیت. من گیت توضیح بدم ای تا یه قسمت داشته باشید، من گیت رو بهتون بگم چرا رقمی نصب کنید، بعد بریم بعد بریم برگردیم بریم داخل همین مسیری که بهتون دادم، بریم به داخل وارد پوشه یا فولدر اسلایدز بشین، بعد از داخل پوشه اسلاید بریم داخل ویک 1. داخل ویک 1 اولین چیزی که می نویس نگاه میکنید اینجا نوشته readme یا در واقع یعنی ویک 1 هست. بیاید یعنی پایینش نگاه کنید نوشته python 3 download here, minikon download here, vs code download here, git download here. اینی رو روش کلیک کنید کسایی که ندارن. این هم برای ویندوز کاری که مدارم انجام بدم، برای مک و در واقع لینوکس نیست. اینجا بین نوشته download here درسته؟ روی از کلیک کنید شما را در واقع ریدایرکت میکنه به این ایجی. این رو دانلود کنید. دانلود کردین؟ کسی هست که دانلود شروع نکرده باشه؟ کسی هست عقب افتاده باشه؟ اوکی. بس ما قبلا گیت رو اینستال کردیم، ویژوال اوکی. استودیو روی کامپیوتر هست، برای همون دیگه زیاد صحبت نمی کنیم، اخلال نمی کنیم در گپای شما. نه فقط کسایی که نکردن بگن که ما چون گفت یک تعداد به خیلی کاری رو نکردن و از او خاطر تمام دوستا گیت رو دانلود دارن یا ندارن، یا بهتر رقمی سوال کنم کسی هست که گیت رو نصب نکرده باشه؟ اوکی ظاهرا همون سوال اگر پیام ما را بخوانین خیلی نفر زیاد نشته که کاری نکردیم. اوکی پیام داریم. خب نصب نکردین این مسیری که نوشتم git download here، دانلود کردین شروع. اوکی تازه دانلود کردیم. کسایی که دانلود نکردن خواهشم پس دانلود شروع کنن. استاد بزرگوار ما فکر می‌کنم خیلی از اشتراک کننده ها نیامده به شمول خودیم، ما تا به هنوز برنامه های دیگه پایتون 3 و مینیکوندا و دیگه ایش هم نصب نکردیم به علاوه گیت خیره گیت رو دیگه. دانلود کنید نصب کنید استپ استپ بریم جلو مشکل نداره. استاد ببخشید یک سوال داشتم، ما با نرم افزار ویژوال کد استودیو کار میکنم، بعدش کیت نیاز است برای اویم یا نه؟ گیت رو باید نصب کنید. داره ما با وی اس کود کار میکنیم، گیت رو باید نصب کنید، ویژوال استودیو نیست، وی اس کوده. اوکی احمدی ما رفتیم توی سلایدز ویکس بعد این چیزا نیست اینجا، باید باشه. یک بار دیگه میشه هم مسیر برین داخل سلایت که بیاین نوشته ویک 1. داخل ویک 1 که کلیک کنید این چیزا هست. کسی هست که اینا رو نبینه غیر از دوستمون؟ پیدا شد. الان کدام قسمت بزنیم؟ پایین گیت. نوشته نگاه کنید اینجا نوشته week 1 بعد پایین نوشته git download here. صداتون درست فهمیده نمیشه که صحبت دارید میکنید. جلسات تازه جلسه اوله، جلسه قبل هم نمیفهم ضبط شد یا نشد، ولی خب جلسه اوله. من کارهایی که دفعه جلسه پیش تکرار کردم یک بار دیگه تقریبا دارم انجام میدم. الان نیره نصبش کنیم یا منتظر باشیم؟ دانلود شد. دانلود که شد نصبش کنید، بعد نگاه کنید زمانی که میخواید نصب کنید اگر بیاین پایین این نگاه کنید نوشته اینستال مینی کندا اینستال پایتون نمبرز
البته وی اس کد من برای گیت ننوشتم. گیت را دانلود که کردین اگر اشتباه نکنم، فقط اگر دوستا دارن مسیری که دارن چیز میارن برای نصب دانلود که دارن انجام بدن، یک جایی هست که از شما پرسان میکنه، یک در واقع تیک، یک چک باکس هست که میگه که add to the، اگر اشتباه نکنم to add to the path environment. خب اون رو باید کلیک کنید، اون رو باید تیکش رو بزنید، در غیر این صورت گیتتان در سی ام دی کار نمیکنه و با مشکل برمیخورید. ممکن چیزی میخواست پایتون هم باید رو تیک کنیم دیگه نه؟ برای وقتی اینستال میکنیم پایتون هنوز نرسیدیم، ولی اگه پایتون هم همچی چیزی رو داره، آه اونم باید تیک بزنید. کسی از دوستاک اگر داره دانلود میکنه و اونو عکسش داشته باشه که نشان بده که تو گروه پرته، که ما در واقع همه ببینن، خیلی خوب میشه که متوجه باشیم من درباره چی دارم صحبت میکنم. دوستاک کسی داره نصب رو انجام میده، اون قسمتی که نوشته add to the path یا add to the environment path environment، اون رو که تیکش باید بزنید. اگر کسی از دوستا داره انجام میده و او به اون نقطه رسیده، یک اسکرین شات از همون کاری که داره انجام میکنه بگیره و بذاره تو گروه، بد نیست. خب کسایی که گزینه رو تیک نکردن، یک کاری که میتونن انجام بدن این هست. خب بیان داخل یک سی ام دی باز کنید. توی پد نداشت. خیره، حالا کسایی که اگر به چیزی نخوردن خیرت، اگر نصب کردین نه، برو پش برید فعلا، یعنی خلاص نشده، نخواد که آخرش باشه. پش برین، یعنی تازه اول برنامه هست. پش برید، این ایره نمگو، ایره نمگو، پش برین فعلا. کسایی که گزینه رو تیک نکردن، یک کاری کنن، بیان یک سی ام دی باز کنن. برای که سی ام دی رو باز کنن، میتونن پنجره آر را بزنن در ویندوز و در واقع سی ام دی رو تایپ کنن، یک صفحه ترمینال برایشان باز میشه، مثل چیزی که من باز کردم. بعد در صفحه ترمینال بنویسن git version، یعنی تیک داش داش version بزنن، ببینید که آیا git version تان نشان میده یا نه. واسق اگر خودت را میوت کنی خوب میشه. کی هست که میوت نیست؟ یک نفر هست میوت نیه. اوکی، let me see this one. داخل همو گیت from the command line را چیز کنید، اون گزینه که دوست ما گذاشته تو صفحه، او را بزنید، او را تیکش را بگیرین. اوکی، کسایی که گیت ورژنشون کار میکنه حله، درسته، مشکلی نداره. آه، کسایی که دیر جوین شدن، گیت را دانلود کنن از همون مسیری که گفتم. در واقع باید برن داخل slides week 1 و git download here، از این مسیر دانلودش کنید. کسایی که ورژن قابل دیده است، اوکی. علی صادقی سوال داشتین؟ بله استاد، ما فقط در این بینی که بچه ها دانلود میکنن اینستال میکنن، فقط خواستم بفهم کارهای گیت امی است که
ما را با گیت هاب وصل کنند، دسترسی پیدا بتانیم یا کدام کاری دیگر دارد؟ تشکر. فعلا در حال حاضر همو هست، ولی در نهایت گیت در واقع ابزاری است به شما که به شما کمک میکنه در یک چی بهش میگن، در یک گروهی که چند نفر با هم نشستین و دارین در واقع دارین کد دیولوب میکنین، مدیریت در واقع دیولوبمنت پروژه رو براتون راحت میکنه، یا در واقع تریکینگ یا کد دیولوبمنت برای شما خیلی ساده میکنه. دیگه خوبیش است که تریکینگ رو به شما آپشن تریکینگ رو به شما میده و کمک میکنه به که در واقع اگر یک نقطه به این نقطه به این نتیجه رسیدن که در واقع ما باید برگردم عقب یا بروم جلو یا چه شبیه بو، به شما یعنی آپشن یعنی اب یعنی در واقع ابزارا رو در اختیارتون میذاره که بتونید تمام این کارا رو انجام بده و به صورت کلی بتونید مدیریت کد دیولپمنت نتان را در یک محیط کلابراتیو بتونید خیلی خوب انجام بدید. دوستان لینک گیت را اگر دارین، یکی از دوستان خواسته اگر بذارین تا گروه خوب میبینم من خودم میذارم. اگر دوستان کسایی که گیت را نصب کردن و مشکلی نداریم که بریم جلو. علی من یک پیشنهاد دارم، رقمی اگر این رقمی بریم جلو فکر نکنم که خیلی پیشرفت داشته باشه. ما میگم که همین خودت همه مراحل هم برو، بعد اون لینک ها و اینا رو هم که گذاشتیم بعد نمیدونم با سلیم گپ بزنیم، اگر شب مثلا یک دونه دیسکورد جور کنیم در اون دیسکورد مثلا جزئیات بیشتر بانه. من موافقم، من فقط جلسه یعنی جلسه رو یک مقداری رقمی پیش میرم، فقط میخوام بیشترین کسایی که در واقع اگر مشکلی تو ستاپ دارن انجام بدن، بعد از این دقیقا همون چیزی که گفتی یک مقدار سریعتر پیش میرم. فقط این جلسه یک مقدار من آرامتر میخوام پیش برم، فقط به این دلیل که بتونیم تقریبا در حدود 50% یا 60% از کسایی که دارن کار میکنن بتونن تمام مراحل پیش ببرن، چون نه ما برم پیش و همه در وسطش چیز بشن لاست بشن دیگه هیچ کس نمیمونه. آخرش اینی خودم خودت هستیم. استاد ما هم یک پیشنهاد داریم در اینجا. بله من جلسه اولیه که در اینجا دارم اشتراک میکنم، اما خب به عنوان درستان وقتی که نوشتین Introduction to Data Science with the Python، من واقعا احساس میکردم که کسایی اینجا هستن که حداقل پروگرامینگ رو یاد دارن، چون کسایی میایند در این قسمت که چه کار شده پروگرامینگ رو حداقل یاد دارن یا حداقل با یک لنگویج دیگه کار کردن به غیر پایتون. اما الان در حال حاضر شما دارین میایین تازه گیت رو یاد میدین که چطور گیت اینستال بشه، بعد چطور ویژوال استودیو رو اینستال بکنیم، بعد سراغ پایتون بخوایم بریم پایتون رو چطور اینستال بکنیم. خیلی ابتدایی میشه، برای همون من احساس میکردم در یک لولش بالاتر از این باشه. تقریبا یک اولوش 40% با حرفاتون موافقم، 60% دیگه موافق نیستم. لزوما به کسایی که میان در واقع دیتا ساینس میخوان با کار کنن، لزوما به این معنا نیست که باید اینا 100% برنامه نویسی بلد باشن، پیشینه برنامه نویسی داشته باشن. به عبارت دیگه میتونن کسایی باشن که در واقع پیشینه ساینس ساینتیفیک داشته باشن ولی پیشینه برنامه‌نویسی نداشته باشن، یا کسایی هستن که در واقع علاقمند به اینوستیگیشن یا در واقع انالیسیز دیتا هستن، خب میان پایتون یاد میگیرن که کار راحت‌تر انجام بدن. ممکنه کسایی باشن که در واقع با دیتا قبلا کار کرده باشن، بدانن خیلی از مسائل ابتدایی مربوط به دیتا را، ولی خب برنامه‌نویسیشون خوب نباشه. میدونید چی میگم؟ لزوما به این معنا نیست که همه کسایی که در واقع میان، حالا اگه شما گفته باشین پایتون یا مثلا دارم میگم وب دیولپمنت، یک مقداری احتمالا متفاوت بود صحبت ما، چون در اونجا آره ما انتظار از این داشتم که در واقع افراد یک مقدار برنامه‌نویسی بلد باشن یا حداقل با HTML بلد باشن، بلدیت داشته باشن با CSS بلدیت داشته باشن، ولی در اینجا لزوما این رقمی نیست که طبیعتا اگر بلد باشن بهتر، بلد نباشن that's fine. خب بریم مرحله بعد اگر دوستان موافق باشن. مرحله بعد در واقع اگر یادتان مانده باشه ما در
آمده بودم در واقع در داخل پرسونال دیتای خودم و در چیز چی بهش میگن، در مسیری که میخواستم اونمو فایل را ذخیره کنم و یک مثلا در حال حاضر برای از من در پروژه، بعد آمدم در اینجا تیر پاک کردم و زدم CMD. CMD رو که بزنید براتون یک صفحه ترمینال باز میکنه. در صفحه ترمینال چیزی که باید بنویسید، بنویسید git clone و از همو مسیری که git clone، اگر دوستا کسی نمیبینه من اینا رو بزرگترش کنم، git clone و بعد از اینجی همونطور که قبلا گفته بودم مین، از همون ریپویی که رفتین، مسیر ریپویی که رفتین مین و یعنی HTTPS و در واقع این رو کپی میکنین، کپی میکنین بعد مین اینجا git clone و بعد این پیست میکنید. اینجا برای پیست هم میتونید با رایت کلیک انجام بدین، برای از من رایت کلیک کار میکنه، شاید حالا ویندو چیز میگم اپریتینگ سیستم تا قدیمی تر باشه کار نکنه، بعد یک کنترل وی میتونید استفاده کنید. و بعد از اینکه دستور رقم نوشته گیت کلون، همون در واقع چیزی که از گیت هاب کپی کردین، و بعد از اون اینتر رو میزنین. اینتر که بزنید یک شروع میکنه به در واقع دانلود کردن اطلاعاتی که نیاز داره. من در حال حاضر انجام نمیدم به خاطر از اینکه من لازم فکر کنم یک کاری انجام داده بودم در انتها یا نه، یک دفعه صبر کنید، اگر نکده باشم میتونم من انجامش بدم دوباره. خب ظاهرا کار خاصی انجام ندادم و همه کارهایی که انجام داده بودم که ترک شده. یک دقیقه این قسمت رو توضیح میدم بعد دوستا اگر چیز نشد. اوپس نوپ. من برمیگردم به این قسمت هایی که دارم انجام میدم، نگران نباشید. این دستور وقتی تمام بشه اتفاقی که میفته، حالا من نشان بدم چه اتفاقی میفته، بعد برمیگردم به کاری که باید انجام بدم. اینجا در ویک 1 یک سری فایل باید اضافه شوه، امیدوارم که اضافه شوه و ارور نده. اوپس بعد نگاه کنید، یعنی فایل های یک سری از فایل هایی که من در واقع اضافه کرده بودم اینجا اضافه شده برام. فعلا خیلی مهم نیست که در واقع چیز کنید، من فقط میخواستم نشان بدم. من کلوز کنم و در واقع میبینید که یکی از قابلیتاش خوبش این است. من الان میام اینی را دیلیت میکنم به همین راحتی، دوباره همونطور که قبلا گفتم میام اینجا CMD رو مینویسم، یک صفحه ترمینال برای من باز میشه، صفحه ترمینال رو مینویسم git clone، بعد اونمو مسیر کپی میکنم و اینجا چیز میکنم، در واقع کلون رو میذارم. یعنی اینتر که بزنید براتون اونمو فولدر به نام Introduction to Data Science with Python براتون باز میشه. درست شد؟ الان همه میتونن این کار انجام دادن یا همه میتونن این کار انجام بدن؟ مطمئن شم که بریم پیش مین در واقع اینجی CMD رو مینویسن، بعد از او که CMD رو نوشتن ترمینال که باز شد مینویسید git clone. اگر نمیبینید من یک مقدار بزرگ بلندتر بزرگتر سفر دستور اینجا بینویسم git clone، بعد git clone که نوشته کردین میاین از خود در واقع ریپو، من در خود صفحه اولش قسمتی که کد نوشته یعنی HTTPS کپی میکنید این در واقع مسیر را، یعنی لینک را، و بعد از اون میاد این رو فقط اینجا پیست میکنید. من با رایت کلیک پیست میکنم، شما هر چیزی که در واقع در لاب اگر دیدین با کنترل وی کار کرد یا کنترل وی کار نکرد. اوکی ظاهرا دوستان انجامش دادن، اصلا در همین لینک ریپو رو ندارم. اوکی یک نفر انجام داد، کسی هست که انجام نداده باشه این کار را؟ یا هست دوستان اگر هستین فقط بگین، اگر نیستین که بریم مرحله بعد.
استاد محترم، من انواع دادم ولی چیزی نیامد. برای من کومن داده که اینمی آدرس از نا دا گیت کومن سی گیت هلد. چی نوشته کردی در کامنت؟ در کامنت هم چی بود شما نه گفتیم در اصلا؟ کامند، در کامند احتمالا کامند اشتباه نوشته کردی، باید بنویسی گیت کلون. گیت کلون بعد از اون لینک چی کردم امی رقم نوشته کردین؟ پیدایش کسایی که پرمیژن بس دوباره دینای، از انجام میتونیم. پرمیژن دینای یک ریپوی عمومیه، پرمیژن دینای نباید داشته باشد. کسی هست که پرمیژن دینایت گرفته باشه؟ چون یک تعداد تانستن بگیرن، یک تعداد نتونستن بگیرن. یک نفر دان هست، کاملا درست انجام شد، دانلود شد. ببینید یک بار دیگه من نشان میدم در صفحه CMD خودم، فقط یک خلاصه دوره انجام میدم، نباید به مشکلی بر بخورین. این اینی که بار ما جوش استاد اوکی کول. خب پس ما با دیگه مشکلی در قسمت چیز نداریم، ریپو نداریم، بریم مرحله بعد که برسیم به چیز. بعد از اینکه کار انجام دادین، دوباره میایین داخل همون ویک وان که بیاین، باید بیاین داخل این قسمت که نوشته پایتون 3 دانلود هیر. اینی رو دانلود کنید پایتونتون را، کسایی که ندارن شروع کنن به نصب پایتون. من شخصا پایتونی که دوست دارم نصب کنم یا در واقع شاید باش کار کنم اینی پایین برین. باید یک بار دیگه بیاین برای نصب چی بهش میگن اینستالیشن پایتون 3. کاری هم که میکنیم برای ویندوز هست، اپراتینگ سیستم ما، میایم در قسمت دانلود هیر. وقتی دانلود هیر بزنید نوشته دانلود the latest version for Windows. علاقه من بودید میتونید برید latest version رو بگیرید، ولی من احتمالا با ورژن پایینتر از این کار میکنم. ورژن 3.9 هست. اگر میخواید او رو دانلود کنید نوشته revision looking for a specific release، میتونید بیاید در این قسمت 3.9.13 اگر اشتباه نکنم یک مقدار استیبل تره. میتونید بیاید اینجا و از اینجا دانلود کنید، روش کلیک کنید. میتونید روش کلیک کنید. این در واقع توضیحات کلی هست درباره خودم و پایتونتان. اوکی 13 سه یاز... کسایی که میگم 3.11 دارن مشکلی نیست، هر بالاخره ورژنی که دارین اوکی است، مشکلی نیست. اگر نه میتونید، اگر نصب نکردین میتونید این پایتون 3.9 13 را بگیرید، از این دانلود کنید. در قسمت دانلود که بیاین، where is the download one? Okay. و دوستا این قسمت ویندوز اینستالر 64 بیت را نصب کنید، 32 بیت را نصب نکنید، 64 بیت را نصب کنید. اگر کسی هست که نصب نکرده و میخواد نصب کنه 64 بیت را خواهشان نصب کنید. خب ایده که نصب کنه، در قسمت نصب میتونید باز هم برگردن داخل همون ریپوی خودمان. کسایی که نصب نکردن میتونن برگردن داخل ریپو. من اینجا یک قسمت دارم به نام install python. در قسمت install python بیاین در قسمت انستال پایتون بیاین در قسمت انستال پایتون که بنویسید اصلا نصب فارسی داره. خب راهنمای گام به گام نصب پایتون در ویندوز برای فارسی هم هست، دری هم هست یا فارسی هر شاهدتر هستین. ما برای 64 بیت را خواهشان نصب کنید، دانلود میکنید اول از مسیری که هست، اینی را انجام بدین add python to ورژن فلانتان به پد، اینی که 100% انجام بدین، چون اگر انجام ندید احتمالا با مشکل برمیخوریم. این رو انجام بدین. اینی رو در صورت انتخاب کنید که میخواین در واقع کاستومایز اینستالیشن داشته باشید. اگر نه میتونید به همو میتونید این انتخاب نکنید، به همو چیزی که خودش پیش فرض داره را اوکی کنید و پیش برید.
دوستان همه تونستن نصب کنن پایتون را؟ یا بهتری رقمی کسی هست که پایتون رو نصب نکرده باشه یا نصب شروع نکرده باشه نصبش را؟ در حال انستال است. اوکی، بسیار عالی. استاد ما ورژن های قبلیش داریم، مشکلش پیدا نمیشه. چند است؟ باش مگر بینم نمیکنم دو شاریه چند بود. دو نه، دو اگر داریست ایر نصب کن. باش استاد 3-11 مشکل نداره، مشکل پیدا نمیکنه؟ نه، با کارهایی که ما میکنیم احتمالا مشکل بر نمیاد. 3-10 هم اوکی، مشکل نداره. کسایی که قبلا نصب کردن یعنی دستور رو بیان انجام بدن، بیا بازم در محیط همون ترمینال خودشان ترمینال بیاین، در ترمینال که هستن همین پایتون ورژن بزنن و مطمئنشم ورژن پایتونشون چی هست. بر من مثلا 395 هست، شما ببینید که از خودتان چی هست. اوکی، 3-11-15 is fine. سه هشت هم اوکی، مشکلی نیست. نه کسایی که نمیدن چه رقمی دانلود کنن دمی ویک وان بیاین. ویک وان که آمدن اینجا نوشته ویک وان، پایین نوشته پایتون 3 دانلود هیر. روی دانلود هیر که کلیک کنید میاد در این صفحه، در صفحه دیگه میتونید همه جای نمیر دانلود کنید، هیچ مشکلی نیست. دانلود پایتون 3.11.5 فاین، میتونید نمیر دانلود کنید. اوکی، مشکلی نداره. در غیر صورت اگر دانلود میخواید نسخه مشخص رو دانلود کنید میتونید از اینجا بیاین. نسخه که من باش یک مقدار کار کردم اواخر 3.9.13 هستم، میتونید این رو دانلود کنید و ریکامندیشن من ویندوز انستالر 64 بیت هست اگر نصب نکردین. 3.8.1 هم اوکی، مشکل نداره. خب کسی هست که نصب نکرده باشه؟ دوستا کسی مانده؟ استاد ما پایتون انستال کردیم ولی می ورژن 3.11 وقتی که اینجا میایم پایتون ورژن کانت اوپن فایل میاد. پایتون ورژن کانت اوپن فایل و چین دستور احتمالا بعد اشتباه شده در سی ام دی می نویسی دیگه کجا می نویسی؟ آره سی ام دی پایتون ورژن، پایتون ورژن می نویسی، چی خروجیش چی است؟ میشم از صفحه سی ام دی یک اسکرین شات بفرستی؟ کسایی که اینستال کردن پایتون را برای که مطمئن بشن ورژن پایتونشان درستن در سی ام دی برن بنویسن پایتون ورژن و اینی رقم بنویسن پایتون داش داش ورژن، اینی رو تست کنن و مطمئن باشن پایتون ورژنشان 3.8 به بالا باشه. اوکی، خیلی مشکل نداره. استاد یک سوال، همین کاربرد داش در کجای مثلا گاهن اگه ما پایتون بدونه داش هم بمانیم باز همون کار رو میگه. پایتون بدون داش برای شما کدتان را رن یک دنبال این میگرده کد رن کنه، نمیشه، این درست نیست. چون این دنبال از این میگرده یعنی فایل رو بگرده که یعنی فایل یک فایل هست مثلا به طور مثال و این فایل رو نمیتونه پیدا کنه.
دش دش که میزنه در واقع که دستورای خود پایتون هست که با او دستور میفهمه که اوکی من الان باید برم ورژن رو براشون بدون بیرون. خب شما ببینید دش نگذاشتین دیگه، کسی که این چیز گذاشته جلیل پایتون که می نویسید، داشتم پایتون رو که گذاشتم اما نشده. خب خروجیش چی است پایتون اگر دش غیر از دش چی میشه؟ بفرستم برتان. Okay, then let's go. خب شما میدونید کاری که نکردید، اولا که پایتون ورژن رو رقمی نمیسیم، فاصله بین پایتون بعد فاصله دش دش ورژن بنویسید، یک جای نوشته نمیشه. دقت کنید اینجا وقتی می نویسید پایتون فاصله دش دش ورژن یک جای نوشته نمیشه. بعد از اینکه پایتونتون رو نصب کردین، مرحله بعدی است که بیایم ویژوال استودیو رو نصب کنیم. برمیگردیم دوباره به خودمون ریپویمان، در داخل ریپو اگر برگردین شما میتونید از چیز دیگه استفاده کنید. من وی اس کود استفاده میکنم، هر کس باز علاقه مند است اگه میخوای پایتون در واقع چی بهش میگن پای چارم استفاده کنه یا انتلیجا استفاده کنه اوکی هست، مشکلی نداره، میتونید برید از او استفاده کنید. در غیر این صورت اگر وی اس کود میخواید استفاده کنید میتونید بیاید روی وی اس کود. برای استفاده از وی اس کود هم میتونید بیاید در واقع دوباره برگردین به اون صفحه چی بهش میگن در ریپو اسلاید ویک 1 نوشته وی اس کود، از اینجا دانلود میکنید. اگر بیاید اینجا وی اس ویژوال استودیو کود رو برای شما نشان میده، برای ویندوز دانلود میکنید، استیبل ورژن هم باید بگیرید دانلود کنید. و بعد از اون وقتی که دانلود کردین برای که نصبش رو انجام بدید میتونید دوباره بیاید اینجا نوشته انستال وی اس کود، نو وی دونت هاف ایت، آه سیت اپ وی اس کود. یکی از دوستای ما بخیلی میوت نیه که یک نفر میوت نیست کی هست. اوکی میتونید بیاید اینجا دوباره در قسمت وی اس کود بیاین ستاپ وی اس کود که نوشته ستاپ وی اس کود دات ام دی رو بزنید و بعد یعنی مسیر رو باید پیش ببرید، دوباره مسیری که پیش ببرید اوکی میشه. کسایی که پایتونشان خلاص شده برن سراغ تنظیم وی اس کود. ما ببینیم که جلیل، جلیل مشکلت حل شد؟ اگر مشکل حل شده خواهشان یک اوکی بذار داخل اوکی. نه ویندوز اینستالر 64 بیت معصومه. ویندوز اینستالر 64 بیت هست دیگه، اولی دومی نداره دیگه، یک دانه است. او یکی دیگه 32 بیت است. ویندوز اینستالر 64 بیت رو باید نصب کنید برای گیت چیز برای پایتون. من یک بار دیگه اینجا نشان میدم دیگرات برن وی اس کود رو نصب کنن تا اطلاع ثانوی تا کارا پیش میره. اینجا سه نه سیزده رو من میگیرم بعد میام بیاید پایین. پایین نوشته ویندوز انستال 64 بیت ریکامندد، اینی رو نصب کنید دانلود کنید و نصب کنید. پای چارم نصب کنید اوکی است، مشکلی نداره، از لانگ از یو بلدن چطور استفاده کنید مشکلی نیست. کسی در نصب وی اس کود با مشکلی اگر روبرو شده خواهشان تو گروه بنویسه. در غیر این صورت بازم تکرار میکنم از مسیری که در داخل ریپو هست پیش برین، جایی که لازمه که
کار رو انجام بدین درست انجام بدین. نجات یک انیا بعد نصب بعد از نصب ویسکود. اوکی ویسکود نصب شد، همه نصب کردن. نه ویسکود یک آپشن دار اگر اشتباه نکنم که انتخاب کنید خوب است، که یک قسمت هست در خود وی اس کود پیش که میرین ازتان پرسان میکنه که آیا میخواین در واقع به نوعی همی وی اس کود برای اوپن ویت نصب بشه یا نه. اونو را اگر در حین نصبش اوکی کنید بد نیست. اگر میدونید چطور نصب میشه پایتون اکستنشن میتونید نصب کنید، در غیر صورت پیشتر وقتی که همه نصب کردن میتونید ما میگم. در قسمت وی اس کود دارید نصب میکنید فقط یک گزینه داره که اونو مربوط میشه به اینکه ببینید بهتر رقمی توضیح بدم که من الان میتونم روی رایت کلیک کنم و میبینید وی اس کود اینجا اد شده. خب اگر اشتباه نکنم وقتی که دارید نصب میکنید بنویسه اد وی اس کود تو شارتکت ویندو اور شارتکت سامتینگ، دقیقا در خاطرم نیست ولی یک همچه آپشنی داره که وقتی که اینی رو بذارید بعد میتونید اینجا بنویسید این بیاید در واقع اینجا بیاین روی زیر رایت کلیک کنید و بعد وی اس کود باش با وی اس کود باز کنید. اگر این کار کنید خوبه. چون به صورت دیفالت وجود نداره، به صورت دیفالت اینجا برایتون لیست نمیشه، یعنی اوپن ویت کود ای برایتون باز نمیشه و بعد هر دفعه که میخواید بعد خودتان از داخل اپلیکیشن رو باز کنید و بعد بیارید. خب امیدوارم که نصب وی اس کود خلاص شده باشه. آیا کسی هست که مانده باشه یا نه؟ کسی مانده که وی اس کودش خلاص نشده باشه؟ من چون میخوام پیش برم. خب اگر وی اس کودتون خلاص شده و نصبش اوکی هست میتونید روی همو در مسیری که رفتین و پروژه رو نصب در واقع چیز کردن چیش میگم با گیت پروژه رو روی کامپیوتر لوکالتون اضافه کردین، بیاین و روی همو قسمت یک روی همو پوشه رایت کلیک کنید، رایت کلیک کنید نوشته اوپن ویت کود این رو بزنید براتون اینی صفحه در واقع وی اس کود براتون باز میشه و این مشخصات. این کی گذاشته اینجا نمیدونم چرا قایم میشه میره پاکت یک تا سفر کنیم و امیر ببینم که احسان امیر رنگ سبز امیر چیز سبز اگر بذار نو من فکر کنم دوستا چیز که میکنن ایره میمونه بس آره امور اگر بتانه به نوعی از همه حذف کنی خیلی خوب بشه. ایمیلی برای کسی روان نکردم بابت کورس. استاد ببخشید من سوال داشتم. اگر در می قسمتی که گفتین اوپن ویت وی اس کود از ما نمیشه اون رقم ما قبلا نصب کرده بودیم شده گزینه شما تیک نکردیم. اگر حالا بخوایم رقم شما چه قسم پیش کنیم فکر کنم نمیشه، بعد ری اینستالش کنید اگر اشتباه نکنم. من یک دفعه کار کردم نشد. یک کار دیگه میتونید بکنید، البته اگر اشتباه نکنم میتونید بیاید اینجی ایره پوشه را ببینید. اینی رو ما بذارید خیلی جالب نیست ولی خب اینی کارم میتونید بکنید. بیاید اینجی اینی رو باز اینی رو واردش بشید. خب وارد همین پوشتان وارد همین پیشه که هست بعد اینجی بالا کلیک کنید و ایره دیلیت کنید دوباره بنویسید فارسی شد CMD بنویسید. CMD که بنویسید براتون این صفحه CMD که آمد اینجا بنویسید کد و نقطه فکر کنم باز میکنه. Let me see. Okay. Yep. اینی رقم میتونید بیارید اگر دوست داشته باشید، یعنی
اگر او رو ندارید آپشن بعدیش است که داخل اون پوشه که در واقع Introduction to Data Science with Python هست وارد شوید، بنویسید CMD رو باز کنید، بنویسید کد نقطه و بعد تونی خود برایتان همون پوشه رو با مشخصات داخل CMD برات داخل VS Code براتون باز میکنه. دوستان همه VS Code درست دارید دیگه، درست شد؟ میباشه استاد، می کد از کجا بگیرم؟ فایل از کجا بگیرم؟ فایل ندارم خودم. دیر جوین شدی؟ بله ما یک کم وقت جوین شدیم. خب دیگه گذشت دیگه. بهتره که اگر میخواید میتونید منتظر باشه، اگر نه دوستان میتونن راهنمایی کنن داخل گروه. داخل گروه اگر دوست کسی هست میتونه راهنمایی کنه برشان که چطور در واقع تا این نقطه رو بیه. کسی هست که ویس کد رو با ما پیش آمده باشه و نصب نکرده باشه یا با مشکل روبرو شده باشه؟ اگر نه، اگر همه ویس کد رو داریم که بریم مرحله بعد. اوکی. خب کسایی که VS Code را دارن باز هم اگر بیایم اینجا دوباره من یک داخل اسلاید اگر وارد شوم، نوشتم ویک 1 بعد گذاشتم ستاپ VS Code. ستاپ VS Code که باز کنید اینجا دقیقا توضیح دادم که بعد از نصب VS Code این برنامه را باز میکنید و از قسمت پایتون اکستنشن قسمت اکستنشن پایتون اکستنشن را نصب میکنید. چرا این کار میکنید؟ اگر VS Code رو باز کنید احتمالا بعضی از اینا رو دارید بعضیشون ندارین، ولی همه ایتون باید اینی رو داشته باشین به نام extensions. دارین؟ یعنی قسمت به نام extensions اگر هست خواهشان دوستا روش کلیک کنن و وقتی که رو کلیک میکنید روش یک مجموعی از extension ها باز میشه براتون. امکان داره این وقت بگیره ولی خب باز میشه، در واقع مارکت پلیس براتون باز میشه، مارکت پلیس خود چیز. بعد اینجا می‌نویسید پایتون، تایپ میکنید پایتون یا بعد اینی رو بعد نصب کنید، اینی رو دیگراش رو نصب نمی کنید، اینی رو می نویسید، نوشته Intel Sense Python نفهم هر چیزی که هست. بعد از شما اینجا اینستال داره، از ما آن اینستال قسمت به نام اینستال داره، این اینست شروع میکنید به اینستالش. سوز برای پایچارم هم اینو کار است یا نه؟ برای پایچارم نه، برای پایچارم در کار نیسته. در پایچارم نمیفهم کار یا کدوم چیز خاصی نیاز هست یا نیست. کسایی که نصب کردن ایره و نصبشان در واقع اینجا نوشته آن اینستال یعنی که نصب شده. بعد مرحله بعدی چی است؟ مرحله بعدی اینجا گفته شده که میایید در واقع یک فایل با پسند پی وای میتونید ایجاد کنید و بعد از او چی بهش میگم با دبل کلیک در محیط ویراشگر ویس کد باز کنید. خب یک کاری که میشه کرد اینی است، حالا ما کاری با اون نداریم چون ما داخل پروژه خود ماییم، بعضی اکستنشن نصب کردن هنوز شما در این صفحه اگر هستین اینی بالا اینی رو بزنید اکسپلورر، روی اکسپلورر اگه کلیک کنید میاره رو صفحه پروژه براتون میاره، درسته؟ آره واسه یه کزینو کلیک کنید باز باز میکنم. روی صفحه در واقع روی اکسپلورر روی از کلیک کنید براتون این صفحه رو میاره. در ویک 1 من اینجا یک دنه پوشه براتون باز میکنم به نام student و داخل از این من یک دنه فعلا یک دنه چیز مینویسم در واقع چوش کنم hello.py. اینجا خلاصه شی است که شما هر زمانی که میخواین در واقع اسکریپت پایتون یا فایل در واقع میخواین برنامه پایتون بنویسید یا پروگرام پایتون بنویسید، اگر در واقع کدتون پایتون هست باید فایلتون اکستنشنش چی باشه؟ .py باشه. من تا همون چی دیدین من نوشتم hello.py، از اینجا میتونید فایل اضافه کنید نیو فایل و hello.py. هنوز شما این استودنت ترایلز نمیبینید، یک مقدار
در چیز باشین، منتظر باشین، من به اون نقطه میرسم. فقط من میخوام یک فایل رنج ران کنم فعلا به صورت امتحانی، بعد خودتان میتونید اضافه کنید. هلو اشتباهی خورد. welcome to اشتباهی خورد. to data. بعد دوستا همین خودتان را اگر میوت کنید اگر سوال ندارید خیلی خوب میشه. آقای تجریل چیتان درست شد. اوکی. بعد از اینکه فایل وی اس کد را در واقع نصب، حالا فایلی که در واقع با پی وای ایجاد شده، میتونید بیان اینجا نوشته انتخاب انترپریتر پایتون. کاری که باید شما بکنید این است که در خود پروژه پایتون، این قسمت که می‌بینید، از روی صفحه اسکرین، از روی صفحه کیبوردتون کنترل شیفت و پی را میزنید، این صفحه برایتون باز میشه. کسایی که دارن خوب، اگر یه بار دیگه میگم کنترل شیفت پی، اگر یک نفر زحمت بکشه میره بنویسه داخل چیز خیلی خوب، کنترل پلاس شیفت پلاس پی، اینی رو که بزنید اینی براتون باز میشه. اوپس، اینی میبینید از مسیری که در آب باز میشه بعد چی رو انتخاب کنید؟ پایتون انتر، در نوشته پایتون سلکت انترپریتر، سلکت انترپریتر انجام بدین، همو انترپریتری که نصب کردن بعد انتخاب کنید. به طور مثال من الان انترپریتر زیاد دارم اینجا، با اینا کار نداشته باشید، شما این لیست نخواهید داشت، احتمالا شما یک دونه دارین و پایتون، همون پایتونی که نصب کردن بعد انتخاب کنید. مثلا به طور مثال بر من اینجا هست 3.9.13، همه دارین؟ اگر کسی با مشکل اینجا برخورده بگه. آقای احمدی ما تانوز نداریم، همین استودنت ترایلز تانوز اجرنگ نامدن، او رو ندارین، او رو ندارین، کسی او رو ندارین، نگران نباشین. فعلا یک دنت برای خودتان میتونید یک فایل دات پی وای درست کنید هر جایی که دوست داشتین در این صفحه که میبینین. بعد اینجا چه بهش میگن، یک دنه بعد بیاین کنترل شیفت پی رو بزنید، و وقت کنترل شیفت پی رو که زدین از داخل کنترل شیفت پی سلکت انترپریتر انتخاب میکنید، و وقت سلکت انترپریتر انتخاب کردین باید شما پایتون انترپریترتون رو ببینید. کسی هست که نداشته باشه من یک دفعه دیگه اجرا میکنم فقط برای که ببینید. لازم نیست 100% فایل پی وای مثل از من درست کنید، میتونید رو بولین دات پی وای یا مثلا انینجی یه در یک دقیقه ساب کنید که بیرون از داخل از اینا اینا ویلکام دات پی وای رو باز کنید. خب فایل ویلکام دات پی وای رو باز کنید، کنترل شیفت پی رو بزنید، برایتان اینی صفحه باز میشه، یا اینی در واقع اینی آپشن باز میشه برایتان. بعد از در واقع اینی صفحه که باز شده، یا اینی حالا نمیفهم هر چی نامش میتونید باز شده، میتونید پایتون سلکت انترپریتر انجام بدین، و بعد از او بعد شما اونو همون انترپریتری که انتخاب کردین یا نصب کردین، یا پایتون انترپریتری که نصب کردین، بعد براتون لیست شده باشه. کسی هست که پایتون انترپریتر نصب کرده باشه و اینجا لیست نشده باشه؟ اوکی، پس همه دارین. این انتخاب میکنید، انتخاب که کردین خلاص میشه، میتونید از روی در واقع اینجا بیاین از اینجا ران، و در واقع run without debugging بزنید، یا در واقع control F5 میبینید، یعنی رو که بزنید براتون یک صفحه ترمینال باز میشه، و در واقع اون رو فایلتون run میشه، و اینجا میتونید یعنی خروجیش رو بنویسید welcome to the introduction to data science. دارین همه؟ یک بار دیگه توضیح میدم، وقتی welcome.py را داشتین میتونید بیاین در واقع بعد از روی صفحه اسکرین کنترل شیفت پی را انتخاب میکنید، سلکت انترپریتر میزنید، انترپریتری که نصب کردین را انتخاب میکنید، میتونید از همینجا بیاین داخل ران، ران ویداوت دیبگینگ را بزنین، کنترل پلاس F5، بعد فایلتون اجرا میشه، و خروجیتان بعد اینجا روی چیز بیاید، روی ترمینال یک صفحه دیگه پایین باز میشه براتون، و در قسمت ترمینال بعد اینجا رو ببینید. خب امیدوارم کسی نمانده باشه که یک مرحله رو پیش نرفته باشه. اگر همه اوکی هستن پس من یک کاری کنم اینجا براتون. من اگر دقت کنید اینجا hello.py رو دارم، student trials رو دارم،
من فقط یک چیزی اینجا انجام بدم. چون استاد از ما می وقتی که انترپریتر رو میزنیم می پایین قسمت صفحهش باز نمیشه کنترل F5. اگر صفحه باز نمیشه خب یعنی بالا یک چیز به نام ترمینال دارین، درسته؟ نه ترمینال خوب باید داشته باشن دیگه، یا ترمینال ندارین؟ متوجه نشدم. فقط کسانی که فولدر را ندارد از پروسه باقی مانده است. متوجه نشدم منظور چیه. این قسمتی که من انجام میدم مهم نیست، در نظر نگیرید. خب دوستا، کسایی که باقی ماندن برای که یعنی student trails داشته باشن و hello.py را داشته باشن، دو رقم میتونن این را داشته باشن. کسایی که مرحله بعدی قبلی رو پیش رفتن میتونن بیان سمت راستشان، ببخشید سمت چپشان، اینی چیز را دارن. میبینید اینی رو دارن، میبینید اینی رو سورس کنترل، اینی رو که داشته باشین میتونید روش کلیک کنید. روش که کلیک کنید یعنی صفحه براتون باز میشه. از صفحه که باز میشه میتونید بیاید این قسمت و پول بزنید. یعنی پول را اگر بزنن اونو چیز باید بیاید، یعنی پول رو اجرا کنید. وقت اجرا کنید اونو student trials فولدر براتون با اون فایل hello.py میآید. کسی هست که یعنی پول رو انجام نداده باشه، انجام داده باشه و بعد چیز براش نیامده باشه به hello.py؟ ببخشید استاد، ما پول آپشنش تا کجا بود؟ میاید در داخل یعنی نوشته که سورس کنترل، آره بعد اینی قسمت برید بالا نوشته view and more actions right، ایرو کلیک میکنید، بعد میاید پایین نوشته پول. اوکی پول که کلیک کنید براتون بیاره. اگر این رقم کار نکرد میتونید بیاید دمو از صفحه ترمینال که باز کردن، اینجا نوشته ترمینال و اینجا نوشته ترمینال، درسته؟ و یعنی آره صفحه یعنی چیزی که دارین اینجا میتونید بنویسید گیت پول، این هم همون کار رو انجام بده، مشکلی نداره. اینجی ما پول زدم اگرو رو آمدم به نام git from باز یک URL آمده open git log show command output یا cancel. اگه بفرستید صفحه اسکرین خوب میشه. استاد اگه نمیدونم صفحه چرا باز اسکرین نمی کنم. از دوستا از کسایی که درست اجرا کردن آمده، مگر اینکه مشکل تنظیمات داشته باشه کسی، چون تعداد آمدن کامیت زدی. چرا کامیت زدی؟ استاد ببخشید، این کاری که شما کردین و من شما رو فالو کردم، استودنت تریل و هلو رو هلو پی وای خودم ایجاد کردم فایلش، بعد الان که گفتین پول تکرار کنین ما تکرار کردیم ارور دادش. او رو باید دیلیت کنی از صفحه اسکرین خود، کلا چیز رو دیلیت کن از روی کار خود دنیر استودنت ترلز، کلا دیلیت کن. اتفاقی که میفته یه هست که شما مام در رو پوش کردم، شما خودتون اجرا میکنید، بعد کانفلیکت داره به وجود آمده. شما احتمالا چیزی که میده برای شما کانفلیکت داره میزنه. دقیقا از ما ماینه که چپا دلیت کردم شده من. اوکی. پول دیاکتیویت. خب بعد
زمانی که نیامده باشه دوستان فقط میتونین اینجا به اسم خودتون خواهشن، به اسم خودتون، بازم دارم میگم به اسم خودتون، یک فایل مثلا دارم میگم من اینجا میایم داخل استودنت رولز انتخاب میکنم، یعنی مثبت رو میزنم و می نویسم مثلا علی دات پی وای، یا مثلا هلو underline علی دات پی وای را درست میکنم، بعد به طور مثال نه و میایم در اینجا می نویسم پرینت Hello Ali to your first Python program. اینی را اگر اجرا کنن و بعد از او در واقع مو کنترل شیفت پی مطمئن شن در واقع انترپریترشان درست انتخاب شده و بعد از او بیان از داخل ران و ران without debugging را اجرا کنن و خروجی خود رو ببینن و مطمئن شن همه چیز درسته، میتونیم بریم مرحله بعد. خواهشن نامتان را اگه بتونید کامل انتخاب کنید که کانفلیکت به وجود نیاد خیلی خوب میشه. اگر نام دارین و بتونید در واقع یک 01 یا 02 بهش اضافه کنید خوب میشه. و یک موضوع دیگه، خواهشن هیچ چیزی دیگه در هیچ جای دیگه اضافه نکنید، فقط دمی استودنت ترایلز اضافه کنید و هیچ جای دیگه هیچ چیزی پوش نکنید. خواهشن بخشین استاد، ما اینجا می فولدر جور کردیم ولی فولدر قرار نبود جور کنید، شما قرار بود داخل استودنت تریلز بیاین یک تنه فایل درست کنید برای خودتون. آره نه فعلا نیستی، فایل خود می خواهیم حذف بکنیم، گزینه حذف ندارم، روش رایت کلیک کنید دیلیت. نو دیلیت. اوکی استاد بخشش باشه، بعد از که فایل ایجاد کردیم به اسم خود ما مثلا بعد از کدام مرحله بکنیم؟ اولا که فایل که ایجاد کنیم به اسم خودتون مطمئن باشیم پسوندش دات پی وای باشه، یعنی واقعا پی وای باشه چیز دیگه نباشه. بعد آها بیاین داخل خود فایل رو باز کنید، این رقم که من باز کردم، بعد در این صفحه سمت راستتون در واقع در این قسمت براتون باز میشه و اینجا بنویسید پرینت هلو، به طور مثال من نشم علی نامم است تو یور فرست پایتون پروگرام. میتونید شما مثلا بنویسید، نمیدونم مثلا میتونید بنویسید مثلا hello، نمیدونم مثلا محمد to your first Python program، یا مثلا میتونید میگید نام محمد نیست، یک چیز دیگه است مثلا زهرا یا whatever، بعد مینویسید داخل و دبل خلاصه. کوتیشن است درست نه؟ فعلا داخل دابل کوتیشن بذارید، بعد میرم پشتر میرسیم بهتون توضیح میدم مثلا چی رقم هست. فعلا میتونید داخل دابل کوتیشن بذارید. بله استادی، فایل هایی که ما ایجاد می‌کنیم شما میتونید ببینید دیگه؟ فعلا نه، بهتون توضیح میدم چیکار کنید که ما بتونم ببینم. استاد موقع پوش کردن چون ما پرمیشن نداریم میگن که باید فورک درست کنید. چی شد؟ من یک هفته پشترک رفتم و کاری رو که انجام دادم میخواستم پوش کنم که شما ببینید، اما میاد میگه که شما پرمیشن ندارین و باید فورک درست کنیم. احتمالا همون رقمه من میتونم بهتون پرمیشن بدم، احتمالا شما رو باید کلابریتور اضافه بله کنم. و هی با بخاطر 61 نفر خیلی هم طول میکشه الان. یا بذار ببینیم مثلا میتونم اوکی let me see.
کلابریتورز اگر بخوایم بدم زیاد هم هستین، نه کم هم نیستین. نه تعداد خیلی زیاده، بله نمیشه. میتونیم ببینیم چی کار کنیم که شبه نمیدونم که اگر من یک برانچ دیگه باز کنم یا شما، حتی یک مقدار پیچیده میشه باز کسی شاید فالو نتنه. یک راهش هست که شما برانچ جدید باز کنید، برانچ جدید اضافه کنید، بعد درخواست بدین برای چیز چی بهش میگن کامیت برانچ بذارید که من استاد یک برانچ دیگه امکانش هست استارت فقط کنم. برای یک نفر سابسکرپشن بتین که بتاند فایلش رو اضافه بکنه، بقیه دوستا بتانند ببینن. این امکانش هست مثلا برای یک نفر شما این کار رو بکنین، چون برای 61 نفر که نمیشه، اما برای یک نفر شما میتونین این کار رو انجام بدین. یک نفر رو بدون باز در دیگران میگن ما چرا ما او یک نفر من نباشم. خب ما که خودم مشکلی ندارم، میای بگم که به هر کسی که میخوایم بتین به قید قرعه بتین، هیچ مشکلی نداره، به شرطی که تا الان کارا رو پیش برده باشه و تا همین مرحله رسیده باشه. دقیقا آره مشکل نداره. بذارید خو خیر است تا زدی رقمی سوال کنیم. خیر خیر امروز ما فعلا این دکس نمیدوم راستش بخواید، به خاطر اون قضیه که گفتم چون علاقه ندارم یک مقدار دوستا حس کنن که یک امتیاز برای کسی قائل شدیم. فعلا بذارید به همین ترتیبی که هست باشه تا هفته آینده ببینید من میتونم کدوم سولوشنی برای ازی پیدا کنم. اگر سولوشن پیدا کردم خوب، اگر نتونستم باز یک رای یک سولوشن باز سعی میکنم پیدا کنم. اگر دوستات نفهم آیا کسی تا حالا احسان اسلک یا چیزی شبیه بازو درست کردیم یا نه که دوستا بتونن اونجا در واقع چی بشه من یک چیز بتونن پیشنهاد بدن، اگر مشکلی هست بتونیم در واقع اونجا صحبت کنیم باشه بد نیست، و اگر در واقع اگر کسی راه حل پیدا کرد تا او زمان میتونیم در واقع از آن فکر کنیم، اگر باشه بد نیست. نفهم احسان میتونیم گروه رو تشکیل بدیم که در واقع این مسائل مثل از احتمالا پیش میاد باید باشد استودنت تریلز، بعد شما پول کنید، نه فهم پول رو انجام دادین یا نه، اگر پول رو انجام داده باشین باید باشه 100%. اوکی دن لیتس مرحله بعدی بریم. امیدوارم همه تونسته باشن حداقل ران کرده باشن، اگر کسی هست که ران نتونسته در بین از دوستا برنامه رو اجرا نکرده باشه کسی هست؟ ببخشی علی، من یک دقیقه چیز بود هرچی کردم نمیدونم چی شد کامپیوتر من نتونستم مایک ما باز کنم. در مورد اسلک که ما چیز نکردم، ولی امو بحث دیسکورد هست، یک دانه دیسکورد نمیدونم با سلیم صحبت کنیم ببینیم که اگر که دوستا همه دیسکورد داشته باشن، سلیم هم مشکل نداشته باشن، میتونیم یک دانه دیسکورد جور کنیم و بس خوب یک سرور جور میکنی، بعد کانال میزنی و همین همه بخش ها و مطالب میشه دستبندی کده بانی که مثلا دیگه خیلی مثل تلگرام اینا چی هم نمیشد خاطیشه. تلگرام فقط یک پین میکنه، ولی البته ما خیلی کار نکن، ولی دیسکورد خوبه، مثلا برای هر بخش میتونیم کانال بزنیم. بس یک نگاه بکن احسان جان ببین چه رقمی، اگر بشه حالا یا دیسکورد یا چی بهش میگن یا اسلگ یا تلگرام فرق نمیکنه، مقصد یک جایی باشه دوستا بتونن یک نگاه نظر بدن. اسلگ هم خوب است اما ولی چیز است، اسلگ هم فقط نمیدونم که اسلگ مجانی و زو امکانات میدن یا نمیدن. راست شو بخوای من نهایتا شاید هفته یک دفعه سر بزنم داش، بیشتر نتونم وقت ندارم سر بزنم. یک چیز باشه که همین مجموعه که هستن بتونن از در واقع یک نفر به نفر دیگه کمک کنن خیلی بهتره. امشب صحبت میکنم امروی سلیم. اوکی پرفکت، من یک دفعه دیگه این بخش رو توضیح میدم دیگه از این میگذاریم برو مرحله بعد. خب برای که بتونید فایل پایتونتون ران کنید میاد در واقع نوشته پرینت یک فایل پایتون با در واقع هلو، مثلا به طور مثال من این فایل رو درست کردم هلو علی دات پی وای را اینجا کریت کردم، برای کریشنش هم میاد اینجا نیو فایل را در واقع اونو مسیر انتخاب کنید، به طور مثال من این فولدر استودنت رو انتخاب کردم، بعد میام اینجا انتخاب شده یا بعد این رو میزنم، یک همچه حالتی برام وجود میاد، میتونم یک فایل درست کنم به طور مثال my first program
first PY program. دات پی وای را یادتان نره، یک همچه چی درست میکنم، بعد بنویسم print hello to my program. Let me see like this. بعد از این خیلی ساده control shift p را میزنید، اینجا select interpreter انتخاب میکنید، control shift p دوباره میگم control shift p را انتخاب میزنید، یعنی صفحه باز میشه، بعد می نویسید select interpreter. از اینجا با بقیهش کاری نداشته باشین، شما یک دن interpreter دارین و او هم پایتون، احتمالا با همون پایتونی است که نصب کردین. پایتون نصب کرده تان انتخاب میکنید، انتخاب که کردین همه چیز ستاپ شده است، میاید در داخل run، از بالا run رو انتخاب میکنید و run without debugging رو میزنید یا control F5، هر کدومش خودتون راحت ترین میزنید. اگر ترمینال باز نشده باشه براتون، یعنی ترمینال با یعنی چیز ترمینال باز میشه، یعنی پایین صفحهتان و یعنی چیز میاد، مثلا ببینید نوشته hello to my program. خب بریم مرحله بعدی، ما الان اینا رو توضیح دادیم، اینا خیلی چیزای خاصی نبود، بریم سراغ خود پایتون پروگرامش. بذارید ببینم، ما یک نگاهی بزنم، install python، install python numbers، python string readme، setup string format. ما حقیقتا آمدم اینی چیزایی که میبینید را میتونید خیلی چیزش احتمالا میتونید از گیکس یا اگر اشتباه نکنم python for python چود for beginners که بزنید براتون یه سری چیز میایه. و اگر من اشتباه نکنم، بذارید ببینم که من اینی رو انتخاب کرده بودم یا چی را. نوب نوت دیس وان. توتوریالز بزنم ببینم چی میایه. اگه اشتباه نکنم W3 schools بود. اگر اینی سایت را باز کنید، اینی سایت را باز کنید براتون تماما چیزایی که وجود داره براتون میآید و در واقع مسیری است که ما پیش میریم، سعی میکنیم تا جایی که امکان داره اینا را هندل کنیم و احتمالا در دو هفته آینده احتمالا تمام از این خلاص میکنیم. میتونید بیاید اینجا ترای کنید چیزایی که انجام دادیم را، هیچ مشکلی نیست. اگر نه، در واقع این کپی همی است، فقط من توضیح میدم که هر کدوم از اینا چطور هست. امیدوارم همه این مسیر تمام کرده باشند و بعد میتونن برن سراغ چیز چی بهش میگن ایرگت، اولین کدشون خلاص کرده باشن. نکته بعدی در مورد است که چطور میتونید در مورد زبان برنامه‌نویسی پایتون کامنت درست کنید. میتونید اینجا اگه دقت کرده باشید داخل خود کدی که می‌نویسید یک، حالا به طور مثال یعنی چیز رو بیارین، چی نام داره، هشت نامبر میگن، هشت میگن، یعنی کاراکتر رو میارین، بعد هر چی که بنویسین بعد از این میشه کامنت. وقتی میگیم کامنت، منظورم از کامنت چی هست؟ به این معناست که یعنی کد، یعنی هر چیزی که اینجا نوشته شده باشه را پایتون اینترپریتر اجرا نمیکنه. لینک سایت رو فرستادم، این خود پایتون اینترپریتر دیگه اجرا نمیکنه. بعد از اینکه هم راحت انجام بدین، میتونین کنترل داش رو صفحه اسکرینتون رو بزنید، میتونه براتون در واقع اونم چیزی میاره. بعد نکته بعدی در مورد پایتون در مورد نامبرز هست که ما مرحله بعدی از نامبرز ها شروع میکنیم، یعنی فایل به نام numbers.py رو باید باز کنید. همه اگر آمده باشن داخل چیز numbers.py، خط اول بازم مثل هم خیلی ساده است، فقط یک print welcome to introduction to data science رو برای انجام میده. اینی دوتا خط را اگر ببینید اینا کامنت هستن، به هیچ عنوان اجرا نمیشن، برای در واقع معلومات بیشتر برای ما به عنوان در واقع چی بهش میگن پروگرامر هستم که مینویسم که کسایی که حالا میخوان کد ما رو بعدا بخونن یا در واقع کسی که یا خود ما به طور مثال میایم یک 5-6 ماه یا 3 ماه 4 ماه کد رو نوشتم، باز دوباره میخوایم بیایم ببینیم که چیکار کردم در کد، میایم اینجا در واقع این کامنت های خود رو میخوانم بفهمم که چی است. در کامنت نکته دقت کنید، در کامنت ما نمی نویسیم کد چی، مثلا در ما الان نوشتیم اینجا int،
اینجا نوشتم فلوت، اینجا نوشتم کامپلکس. ای به این معناست که من در واقع اینجا آمدم هدف اینمی کاری که من انجام دادم می نویسم. شما در کامنت هدف کاری که انجام دادین را توضیح میدین، اصلا این کد چه کاربردی داره، برای چی کد رو نوشته کردن اینجا، که بعدا اگر مثلا 2 ماه یا 3 ماه بعد یا 1 4 ماه بعد خودتان یا کسی دیگر خواست کد شما رو بخونه یا بخواد ریویو کنه کدتون، بتونه متوجه بشه که چرا این کد رو اینجا نوشته کردین. در زبان پایتون شما برای که در واقع بخواید یک فایل یک وریبل را دکلیر کنید و هم از نوع در واقع انتجر، خیلی ساده این رو میگه x مساوی با 1. امیدوارم دوستان انتجر را بدانن، اگر نه انتجر در واقع تمام عددهایی که بین چی بهش میگن عدد کامل هست، عدد کامل که شما از منفی بی‌نهایت تا مثبت بی‌نهایت دارین و اینا ای رقمی است 1 2 3 4 5 6 7 8 منفی 1 منفی 2 منفی 3 منفی 4 این میگن اینتیجر. عدد بعدی ما فلوت هست، فلوت ها عدد های هستن که در واقع اعشاریه رو میتونن ذخیره کنن، به طور مثال اینجا ما داریم 2.8. عدد بعدی ما هم که هست چیز هست دیگه کامپلکس است. من صادقانه براتون بگم من اصلا تا حالا هیچ وقت حالا از کامپلکس استفاده نکردم، شاید کسایی باشن که از کامپلکس استفاده کنن، من تا حالا برام سر نخورده و هیچ استفاده نکردم. اگر شما استفاده کردین فقط برای یادآوری هست اینجا، و اگر سوال خیلی خاصی در مورد کامپلکس نامبرز ها داشته باشین، من چون استفاده نکردم براش سر نخوردم احتمالا نمیتونم جوابتون بدم. بعد از او در پایتون برای که بفهمید تایپ یا در واقع انمی، به طور مثال من اینجا نوشتم x، میخوام بنویسم بفهم که این تایپ x ما چی هست. یک فانکشن داره به نام فانکشن به نام تایپ، تایپ رو می‌نویسین بعد داخل پرانتز x، این به من میگه که تایپ از چی هست. و من وقتی پروگرام را ران کنم شما می‌بینید اینجا نوشته int، برای این نوشته float و برای این هم نوشته چی complex، یعنی خروجی در واقع برنامه مدعی سه تا خط همی است. مرحله بعدی است که شما وقتی یک عدد را دارین، میتونم مثال من انتیجر دارم میخوام این را تبدیلش کنم به چی، به فلوت، یا در فلوت دارم میخوام تبدیلش کنم به انتیجر، یا استرینگ دارم میخوام تبدیلش کنم به چی، ببخشید استرینگ دارم میخوام تبدیلش کنم به چی، به انتیجر. اینی روشش است. به طور مثال من الان x همون x بالایی است فرق نمیکنه، فقط نوشتم int 1، هیچ کار میکنه عدد 1 هر چیزی که باشه رو تبدیل میکنه به چی، برای من تبدیل میکنه به عدد انتیجر، برای من عدد کامل. اینج اینی int 2.8 چون نوشتم int پرانتز باز بسته 2.8، این تبدیلش میکنه به چی، به عدد انتیجر، و خروجی از ما اینج عدد 2، یعنی دیگه 2.8 نیست. اینج نوشتم int داخل در واقع کوتیشن نوشتم 3، ای عدد 3 که اینجا شما میبینید این عدد چی است، در واقع استرینگ، عدد نیست، دقت کنید این عدد نیست، وقتی دابل داخل دابل کد گذاشتین این دیگه عدد نیست. بعد از اینکه این رو تبدیل کنید به عدد، اینجا یک کاستینگ انجام بدیم و برای کاستینگ هم به طور مثال این الان یک اینتیجر، یعنی قابلیت تبدیل به اینتیجر را داره، من می‌نویسم چی کانورتش میکنم از در واقع استرینگ به چی، به توسط این فانکشن int به در واقع انتیجر. خروجی از ما یعنی اینکه همه از اینا چی خواهد بود، 1 2 و 3 یک عدد کامل، و از نوع تایپ چی، از تایپ انتیجر. این اینجا ما اگر این رو ران کنم برای هر ستای از اینا می نویسه چی، همه این ستا رو نشان میده 1 2 و 3، و اگر تایپ بزنم اینجا مثلا بنویسم فردم بتونم مثلا بنویسم تایپ x یا تایپ y یا تایپ z، اینا همه رو نشان میده برای ما چی، یک انتیجر انتیجر انتیجر. کاستینگ فلوت را داریم که اینی فلوت را اگر من یک را بذارم اینجا، فلوت را یک بذارم و در واقع تبدیلش کنم به فلوت، این دیگه یک نیست برای من، چون چیز چه چیزی ذخیره میشه 1.0. فلوت 2.8 همون 2.8 خواهد بود. فلوت 3 این استرینگ تبدیل میشه به 3.0. فلوت 4.2 تبدیل میشه به چی، به 4.2، از حالت استرینگ در میاد. بعد از این ما چی دارم؟ str دارم، یعنی میتونم یک چیز را هم تبدیل کنم به string. اگر بنویسم str یعنی s1 ما string هست، دوباره همون string خواهد ماند، تبدیل تغییر نمیکنه، ولی قابلیت از این داره که شما اگر یک string را داشته باشین بخواید دوباره string کنید خودش یک string میمونه.
عدد را میتونید تبدیل به سترینگ کنید، بنویسید str 2 تبدیل میشه به چی؟ عدد در واقع چی بهش میگن؟ استرینگ 2. عدد 2 نیست، چی است؟ استرینگ 2 با کوتیشن مارک یا سینگل کوتیشن یا دبل کوتیشن. و 3.0 هم که بذارم تبدیل میشه به چی؟ به 3 3.0 و چی؟ کوتیشن در واقع سینگل کوتیشن این طرف و سینگل کوتیشن این طرفش. این فایل رو میتونید ران کنید و از اول تا آخر رو ببینید. مثلا من الان نامبر زده دارم، میام داخل ران و میتونم اینجا ران without debugging رو بزنم، یا روی خود فایل اگر رایت کلیک کنید یک چیزی به نام ران پایتون نوشته، ران پایتون فایل این ترمینال رو میتونید بزنید براتون ران میکنه، یا میتونید ران اینی را نزنید، بهتر بیاید سراغ همین اینی رو که ران کنید براتون کل کد رو میشن ران میکنه از ابتدا تا انتها. و اگر دقت کنید براتون نشان میده Welcome to Introduction to Data Science در واقع اینی پارت بود. بعد تایپ X, Y, Z رو نشان میده که اگر دقت کنید نوشته کلاس INT برای اولی، بعد نوشته کلاس Float برای دومی، بعد نوشته کلاس Complex برای سومی. بعد از اون ما آمدیم چیکار کردیم؟ بعد اومدیم ما همه اینا رو کست کردیم از INT 1 2.8 و 3 رو کست کردیم با INT. نگاه کنید به چی کست کردیم؟ به init. و این وقتی کست کنید میشه 1 2 و 3 عدد کامل که اینجا پرینت شده. بعد از این ما چیزی رو پرینت نکردم، میتونم مثلا درم اینجا پرینت کنم، یا مثلا بیام اینجا پرینت کنم، میتونم مثلا پرینت Z را پرینت کنم. این Z با این کاری نداره. ببینید این Z الان اینجا توسط any چی شده؟ override شده. این الان برای شما ایزنی زد رو نشان میده. من می‌نویسم print z و بعد از اون می‌نویسم print type z. باید برای من نشان بده 3.0 و بعد نشان بده چی؟ تایپش چی؟ str، کلاس string یا کلاس str. من یک بار دیگه ران میکنم برایتان. میتونم از اینجا بیام در واقع ران، ران without debugging و نگاه کنید این همون چیز سابقه، این هم 1 2 3، یه هم عدد 3 و تایپش چی گذاشت؟ کلاس str. اگر سوالی دارید در این قسمت بپرسید. سوال؟ خیلی ممنون استاد، در سوالی نیست. دیگرا کسی سوالی ندارن؟ همه فهمیدن؟ دو تا حالت وجود داره، اگه سوال نباشه یا همه فهمیدن یا کسی نفهمیده. استاد ما خیلی نفهمیدیم. کسی دیگه؟ قابل فهم بود استاد، فهمم. اوکی خیلی هم خوب. میتونیم 7:36 دقیقه برای ساعت از ما البته به مدت 10 دقیقه بریک داشته باشیم دوباره برگردیم. اتفاقا بریک خوب بد نیست. اگر همه موافقن کال را کلوز نمی کنیم، کال میمونه برای 10 دقیقه. الان 7:36 است، ساعت از ما 10 دقیقه بریک میکنیم برمیگردیم. بریک خوبه. خب اگر خوبه که الان ساعت بفرشید باز کلاس تا چند ادامه داره؟ کلاس؟ نمیدونم، من اکثر چیزا دارم اینجا خلاص شد خلاص دیگه. خیلی طرف تایمش مشخص نیه، راحت باشه. اگر کسی محدودیت زمانی داره بگید، ما میتونیم در واقع ببینیم که اگر کارات خلاص شد میتونیم خلاص کنیم. دوستا پس میریم برای 10 دقیقه بریک. ما شما را دوباره همینجا هستیم. میره خواهشن کسی چیز نکنه. من این فقط در واقع خودم را چیز میکنم، میوت میکنم و شیرینگ را ما استاپ میکنم. That's it. و دوباره برمیگردیم. فعلا پس
دوستان همه برگشتیم هستیم. استاد دوستات یکم کم شدن، از 60 نفر رسیدیم به 54 نفر، ولی هستن. خیرم. مشکلی نیه، بالاخره از این اتفاقا میفته. اگر مطابق برنامه پیش بریم که خیلی وقتم نداریم، 10 دقیقه دیگه باید جمع کنیم. 10 دقیقه. اوکی. آره قرار به تام 9 باشه، 7 تا 9. خیره. یک دقیقه سب کنید بچه ها، اگر خواه گروه رقم، پس بذار شروع کنیم. اون پیجی که به خاطر پایتون توتوریال شیر کرده یک دفعه چی بود؟ دوباره هم رو میشه بگید؟ شیر کردم داخل گروه، اگر داخل گروه باشه اون چت رو نگاه کنید هست. اما یکی از شما روش درس میده نه؟ او پروسره. خب اگر نمبرز انجام داده باشیم، بذارید من صفحه اسکرین بس شیر کنم. اگر 10 دقیقه وقت داریم که سریعتر یک چیز دیگر هم بخوانیم خیر است. از جلسه بعد دیگه سریعتر میریم پیششون، دیگه مشکلی با چیز نداریم دیگه. یک نگاه پس به صبح چت فیسبوک واتساپ تو معلوم میشه. چت واتساپ معلوم میشه؟ چرا؟ چت واتساپ یا چت چیز؟ فکر کنم فول اسکرین شیر کردی، صفحه واتساپ که از کامپیوتر باز کردی و معلوم شد. خب اسکرین دوم الان داریم.
آره حالا وی اس کد. اوكي ريكورد كان هكذا ودي منها. خب ریکارد داریم یا نه؟ آره ریکارد هست، ریکارد هم خودت ریکارد کردی فکر کنم. ما استاپ ریکاردینگ نزده بودم نه؟ نه اوکی پس بذارید بریم جلو. خب بریم سراغ strings. فارم چک کنم که اوکی آره. خب بعد از اینکه نمبرز نگاه کنیم، حالا ما احتمالا دابل داریم، حالا تایپ های مختلف دیگه هم داریم، ولی این امینا چیزایی هستن که بیشتر باش سر کار دارین و چیزی که مهم است از اینجا دریافت کنید این است که بفهمید تایپ در واقع فانکشن خیلی یوزفول است برای اینکه بفهمید تایپ دیتایتون چی هست یا وریبلتون چی هست، بعد برای کستینگش چطور کستینگ را انجام میدید و در نهایت استرینگ چطور کار میکنه و چه اتفاقاتی با در واقع برای استرینگ استیار در واقع چطور نامبرز یا اینا رو به استرینگ تبدیل کنیم. بعد پایتون استرینگ رو شروع میکنیم. در زبان پایتون شما چه بنویسید هلو داخل سینگل کوتیشن یا چه بنویسید مثلا دارم گم هلو داخل دابل کوتیشن، هر دوی از اینا از نظر پایتون در واقع چی هستن؟ استرینگ هست. یعنی چه به این حالت بنویسید با دابل کوت، چه با این رقم بنویسید با سینگل کوت، با هم هیچ فرقی نمیکنه. یعنی از نظر خود زبان برنامه نویسی پایتون هر دوی از اینا یک معنا رو میده برش. تا این قسمت خب مشکلی نداریم نه؟ اضافه اینجا ببندم اینا و بعد برای که در واقع یک string را داخل یک variable رو ذخیره کنید خیلی ساده است، می‌نویسید حالا نام variable تان یک equality و در نهایت hello. بازم میگم میتونید دیرید به حالت دابل کوتیشن بنویسید یا میتونید در واقع بیایید همیرا داخل سینگل کود بذارید، هیچ فرق نمیکنه. یا داخل سینگل کد بذارید یا داخل دابل کد بذارید، هر دوی از اینا از نظر پایتون استرینگ هستن. بعد من رو پاک میکنم. یک حالت دیگه برای در پایتون داریم، اگر خواسته باشین چندین lines of string داشته باشین میتونید او را با در واقع تریپل کوت start و triple quote ends میتونید چیکار کنید در واقع اون رو داشته باشید، print طور مثال a، یا همون رو میتونید با سینگل کوت داشته باشید. مثلا دارم میگم به طور مثال اگر من داشته باشم a یا b equal to 1 2 3، میتونید سه تا دابل کوت و انتر میکنم، میتونم اینجا شروع کنم به نوشتن مثلا this is the first Python course, say I like Python programming. Let me see if it is intuitive. Intuitive. I don't know, flexible. Wow, wow, wow! They got a lot. I just thought it was awesome, basically. کیوتی هم اشتباه نوشته کردیم قبلا، اینجا یک چیز درست کرد. به این حالت من میتونم این دابل کوت رو در واقع وردارم و به جای سینگل کوت بذارم، فرق نمیکنه، هر دو تاش یک معنا رو میده. نکته بعدی که درباره حالا کسایی که حالا زبانهای دیگر رو خوانده باشن یا حالا با برنامه نویسی یک مقدار آشنا باشن این است که چطور استرینگ رو ذخیره میکنه. به طور مثال اینجا نوشتم بی مساوی میشه با equal to welcome to python. در واقع این اتفاقی که میفته در بک‌گراند، چیزی که ذخیره میشه در خود کامپیوتر، ای مثل یک اری ذخیره میشه، مثل یک چیز نیست، چی بهش میگن بذارید
بهتر نشان بدم براتون. ببینید در کامپیوتر چیزی که ذخیره میشه براتون این، یعنی ما میگیم اریز، یعنی در واقع میاد برای شما 2 4 8 12 16 b یا اریز آف strings بذارم اینجا براتون. دقیقا اتفاقی که میفته در خود پایتون یا حالا بیشتر حالا میتونیم بگیم تقریبا همه زبانهای برنامه نویسی، استرینگ شما به این صورت ذخیره میشه. در واقع استرینگ شما در arrays of characters هست، مثلا GEEK GEEKS GEEKSFOR، همین ترتیب میره جلو یا به این ترتیب ذخیره میشه. و در واقع وقتی این رقم ذخیره میشه، شما هم براتون سوال خلق میشه، آیا من میتونم المنت دوم تا پنجم از زیر مثلا دارم میگم دسترسی داشته باشم یا نه، یا آیا میتونم مثلا دارم میگم از المنت در واقع اول از زیر تا پنجم مثلا این میشه 0 1 2 3 و 4 تا مثلا من میخوام فقط ول کوره مثلا چی بهش میگن دسترسی داشته باشم و بقیهش نداشته باشم، میتونم این رو داشته باشم. دقیقا به این ترتیبی که میبینید ما بهش میگیم در واقع پایتون سلایسینگ، یا به عبارت دیگه شما میتونید به این حالت دسترسی داشته باشم. خود وریبلی که پایتون دمو استرینگ داخلش ذخیره کرده رو می نویسید، بعد ببخشید اینیش میشه start of string و اینی میشه end of، در واقع ببخشید start of اونمو اندکس شما و این میشه end of اندکس شما. ای را در نظر نگیرید، چیزی که در واقع برای شما نشان دادم میشه، اگر من این چیز برتون نشان بدم welcome to python، چیزی که برای شما نشان دادم میشه در نهایت پرینت که بزنید 0 1 2 ال میاد، ال نشان میده و بعد از او 3 و او رو براتون نشان میده، خود 5 نشان نمیده، میشه 0 1 2، از 2 شروع میشه 3 4 و کام که و ام که 5 میشه او رو دیگه براتون نشان نمیده. نکته هم دقت کنید این چه استرینگ یا در واقع اری ما همیشه از 0 شروع میشه، از چیز یعنی 1 شروع نمیشه. بعد بهتر اینی هم وقتی که شما هیچ چیزی اینجا نوشته نکرده باشین بی و در واقع یک فقط می نویسید کالن و 5، اتفاقی می افته چیزی که برای شما در واقع نشان داده میشه یا برای شما در واقع میاد اینی است well سی او که میشه 1 2 0 1 2 3 و 4، خود 5 نمایش داده نمیشه. من تا اینجا نشان بدم براتون، بعد بریم سراغ بقیهش که اینمی اگر بتونیم این سترینگ رو خلاص کنیم بریم روز کفایت میکنه. بذاریم یک دفعه این رانش کنم براتون. از بالا من یک شروع میکنم، ببینید این هلوی یک هلوی دیگه باید براتون زخم چیز شده باشه، یک هلو یک هلوی دیگه و بعد اینی ای هلو. و اگر دقت کرده باشید ما اینجا نشون پرینت هلو پرینت هلو هلو و پرینت ای که همون هلو، بعد براتون 3 تا هلو آمده باشه. اگر نگاه کنید 1 و 2 و 3، بعد از اون مایر پرینت کنم لورا نفهم لورای اپسوم دولور ست امت، بعد اونو هست، بعد از اون دوباره همو هست، فقط با تفاوت که ما با سینگل کوتیشن گذاشتم که باز هم تفاوتی نداره، فقط به خاطر نشون تفاوت نداره و هست. بعد بیر گذاشتیم اینجا بیر گذاشتیم ولی پرینتش نکردیم و اینجا بیر دوباره چکار کردیم اوورراید کردیم، نوشتیم بی ایکوال تو ویلکام تو پایتون و بعد از اون پرینت آمده 2 5 در واقع چیز ال او سی، همونطور که اینجا میبینید همون چیزی که گفتم براتون نشان دادم شه 0، یعنی اولش ای آخرش نیست، یک قبل از این انجام نشان در واقع اکستراکت میکنه برای شما از استرینگ، ای هم برایتان نشان میده از 0 تا 4 رو برایتان اکسترام میگم میشه ولکو، درست؟ یک حالت دیگه هم داره من اونم نشان بدم برایتان فقط و او هم ای است که مثلا ویلکام تو پایتون مثلا رو میگم اگر اینجا می نویسید -5 یک نفر بخیلوم خود میوت اوکی -5 که بزنم ای میاد
از ابتدا تا دقیقا ماینس 5 را انجام میده، یعنی اینی میشه منفی 1، منفی 2، منفی 3، منفی 4 و منفی 5، تا اونجا نشان میده برایتان. یک از راههایی است که میتونید استفاده کنید برای که از آخر، مثلا دارم میگم اگر شما نمیدین تا از ابتدا چند نمره است، از آخر میخواید برگردین اول. میرم براتون ران کنم ببینید خروجش چی میشه. همونطور که میبینید اینجا نوشته ویلکام کنی بود، ویلکو کنی است، و بعد از اون ماینس 5 که هست در واقع ویلکام تو پی وای آمده، از 0 تا منفی 5. یعنی چی؟ از انتها منفی 1، منفی 2، منفی 3، منفی 4، منفی 5 تا دقیقا سر از زیر براتون میگیره و نشان میده که میشه ویلکام تو پی وای. درست شد؟ یعنی منفی که هست از آخر برمیگرده به ابتدا، نه از ابتدا به آخر. بعد در خود زبان برنامه‌نویسی پایتون ما یک سری فانکشن داریم، مثلا اینجا فانکشن اپر هست، کاری که میکنه است فقط یعنی هلو ورد کلا براتون چیکار میکنه؟ اپر کیس میکنه. هلو ورد کلا چی شد؟ اپر کیس شده و یعنی ما تماما اپر کیس نبود، یک مقدارش اپر کیس بود، ولی با این فانکشن ما میتونیم اپر کیس کنیم. و یه رقمی است a.upper، یعنی خود string همون وریبلی که داخلش string ذخیره کردن دات اپر، یا میتونید این رقم در واقع انجامش بدید، هیچ فرق نمی کنه. میتونید بنویسید مثلا بگم welcome to python، بعد بنویسید دات اپر، هر دو از اینا یک کاره میکنه، هیچ فرق براتون نمی کنه. میتونید دو رقم بنویسید یا این رقم بنویسید. من این رن کنم که نگید نبود. دقیقا این چیزی هست که اینجا آمد. درست شد؟ فرق نمیکنه شما وریبلی که در واقع استرینگ داخلی ذخیره کنید دات اپر بزنید یا او رقم. اسم کنم یک دفعه اکسل بزنید چک کنم تا حالا استفاده نکدم به این ترتیب، ولی شاید کار کنه، شاید این رقمی هم کار کنه. نه کار نمیکنه، نه کار نمیکنه، خود اپر نداره، مگر اینکه از کلاس استرینگ ما استرینگ رو ایمپورت کنم که الان فعلا نمیخوام کار کنم. بعد احتمالا من میتونم الان این کار کنم print string dot upper. نمیدونم این کار میکنه نمیکنه، فقط میخوام یک تست کنم. نه ارور داد، کار نمیکنه، هیچ کلا در نظر نگیرید. لوور براتون همون را خورد میکنه. بذارید فقط یک کاری کنم اینجا CLS بزنم براتون پاک شوه، یک دفعه دیگه رانش کنم. اگر دقت کنید اینجا لوور که نوشتم هلو ورد، اینجا براتون هلو ورد چیکار کرده؟ کلا همه را خورد کرده. بعد یکی از فانکشن هایی که خیلی استفاده میکنه این فانکشن استریپ هست. کاری که استریپ میکنه خیلی ساده است، که از ابتدای استرینگ شما و انتهای استرینگ شما هر چیزی که وجود داشته باشه اسپیس یا چه میگم بک تاب یا و نیو لاین وجود داشته باشه، اینا رو کلا براتون چیکار میکنه؟ براتون تریم یا پاک میکنه. همونطور که اینجوری میشه ویلکام تو پایتون، ما برای ما یک دنه اینجی دارم و یک دنه اینجی دارم. انتهاشون احتمالا نمیتونید، خیلی مهم نیست، ابتدایش مهمه، چون اگر یعنی اسپیس که میدید بعد این اینجی ویلکام تو پایتون تان اینی اینی رو بعد اگر استریپ رو انتخاب استفاده نکنید یک کم میاد جلو. من فقط برای که مطمئن بشید چی دارم میگم اینو من پاک میکنم و یک دفعه دیگر ران میکنه میره. دقت کنید این یعنی اتفاقی است که میفته، میبینید اینی نسبت بقیه یک سپیس آمده پیش، نه در واقع رو صفحه، ولی اگر من همین رو برگردم و استریپ رو استفاده کنم دیگه اونمو کلن چی میشه؟ از بین میره، میبینید دیگه نیست. کاری که میکنه براتون سپیس در ابتدا یا انتهای استرینگ هرچی باشه براتون پاک میکنه. این یکی از فانکشن های خیلی مهم دیگه ای هست به نام ریپلیس. کاری هم که میکنه ای است که هر چیزی که در صفحه در استرینگ شما باشه را در اینجا بنویسید با این دومی براتون کاملا
ریپلیس کنم. به طور مثال ما گفتم هر جایی که پی داریم تبدیل به دی کن. اگر دقت کنید این یه نوشته welcome to Dighton نه دیگه welcome to Python. درست شد؟ و بعدی هم اسپلیت را یکی از اون در واقع بقیه هست که خیلی کاربردی هست و خروجی از این به جای دیگه string نیست و خروجی از یک list of strings میتونه باشه. به طور مثال من اینجا گفتم اسپلیت کو همین string شما رو میگیره و هر جایی که یعنی کامه وجود داشته باشه میگیره از همون چیکار میکنه براتون جدا میکنه. در حال حاضر یعنی A که میبینید هیچ کامه درش نیست طبیعتا هیچ اسپلیت صورت نمیگیره، فقط منیسه welcome to Python. خروجی از یک لیست دیگه string نیست. به طور مثال بذارید من یک دنه چیز بذارم. به طور مثال ما میخوایم اینی رو تبدیل کنم به سه تا sub string به welcome to و Python. میتونم اینجا به جای از این بذارم در واقع space و این رو run کنم. الان خروجی از ما در این انتها میشه welcome to Python. سوال؟ نداریم؟ خیلی هم عالی. اینا رو میتونید برید استاد سوال نیست اما یک پیشنهاد ما داریم برای شما. استاد اگه چون میگم که من دوست دارم کلاس یکم بیشتر اکتیو باشه، اگر بعد از هر مبحثی که شما دارین اگه بتونید اجازه بدین که یا ما خودمون یک دفعه اسکرین رو شیر بکنیم، همین صحبتایی که شما میکنین یک دفعه به صورت تمرین خودمان انجام بدیم که ببینیم که متوجه شدیم یا نه، این خیلی خوب میشه. چون میگم الان تقریبا به این صورت اگه پیش بریم الان حدود 2 ساعته، هم شما زیاد مانده میشین هم بقیه دوستان به نظر من یکم مانده میشن به خاطر اینکه فقط در حال گوش کردنن. اگه یک تمرینی هم بشه چون این مباحث الان اینجا ساده است، یعنی همش رو یک دوستمان اگه بخواد شروع بکنه به کار کردن شاید در 5 دقیقه یک مبحث مثلا نامبرز یا استرینگ رو میتونه چیکار کنه انجامش بده. حالا میگم این پیشنهاده در صورتی که به نظر من که یکم کلاس اکتیو تر باشه یک نفر دیگه هم شروع بکنه به کار کردن خیلی خوب میشه. من مشکلی ندارم. ما در جلسه اولی که یک چیز داشتیم شما نبودین اگه شما نفهمید بودین نفهم. نه نه من جلسه اولی که ما اوکی همون جلسه اول در واقع صحبتی که داشتیم بود که بتونیم یک مقدار روم درست کنیم که دیگران مثلا کسایی که هستن بتونن کمک کنن، ولی ظاهرا تعداد کسایی که خیلی وارد باشن به پایتون کمه. چون به طور مثال ما حداقل باید با 50 نفر یا 60 نفری که هستیم در حدود تقریبا 10 گروه یا 11 گروه درست کنیم که یا ده یازده روم جداگانه درست کنیم که اینا برن داخل رومای جداگانه و بتونن در واقع با هم پرکتیس کنن، کار کنن و با هم در واقع اینتراکتیو بتونن کار کنن. ولی مشکل اساسی چی است که یکی خیلی تایم کانسیومینگه، یعنی خیلی زمان میبره و نمیفهم که چقدر میتونیم کار کنیم. من شخصا خودم برای من هدفی است که شما یاد بگیرین. خب من خودم میخوام اینجا بیام چیزی یاد بگیرم، بالا طبیعتا برای من تکرار میشه، شاید یکان نکتم بتونم من یاد بگیرم اوکی، ولی در نهایت هدف کورسی است که یا هدف همین وقتی است که ما میذاریم اینجا است که بیشتر شما یاد بگیرید که حالا پایتون چطور کد بزنید چطور کار کنید. اگر فکر میکنید این رقمی بهتر است میگم همون اسلک یا هر چیزی که هست یا تلگرام رو درست کنید نظرتون رو بذارید اونجا، اگر اوکی بود میتونیم انجام بدیم، هیچ مشکلی نیست. بله چون من میگم که حداقل یک تمرینی هم بشه برای دوستا، یک نفر دیگه هم اگه کار بکنه خیلی خوب میشه. من الان متوجه شدم اسکرین شیرینگ فقط برای شما فعاله، کسی دیگه نمیتونه فعالیت بکنه در اینجا، وگرنه من الان اسکرین شیرینگ میکردم حداقل یک از درسایی که شما الان اینجا انجام میدین من مثلا چیکار میکردم انجام میدادیم در حد 2 دقیقه یا 3 دقیقه یا زیاد میگیم 5 دقیقه وقت شما رو میگیره در هر چیز. اما میگم یکی عملی و پرکتیکال انجام بشه خیلی بهتره. ببخشید استاد اگه ما یک نظر بتون به نظر ما چون وقت ما کم است شما گفتین این موضوع باز خیلی تایم کنسومینگ میشه، همی که شما این چیزها را درس ها را انجام میدین همی کسایی که هستن اینا مثلا 50 نفر است تقریبا، اینا خودشان پیش خود موضوع رو پرکتیس بکنن و همی گروپ که در دیسکورد جور میشن، به خاطر از اموی که اگر کسی باز مشکل داره مشکلات خود شریک بسازه
اگر ما میتونستیم مثلا همون نظریه که در روما مختلف تقسیم میشد گروه بندی میکردیم اپلای کنیم خوب بود، ولی این رقمی باز کی با مثلا به زودتر بعد از استاد دوباره سکرین شیرینگ بکنه رقمی به نظر ما وقت سایه خود شد. دوستا ما یک کامنت بیدم، نظر دوستا خیلی نظر خوب است، هرچی که کورس اینتراکتیو باشه به نظر از اونه که یادگیری هم بیشتر است، ولی خب متاسفانه در اینجا تقریبا الان حالی که کم شدن نزدیک 50 نفره، اولش اگر که بخوایم روز اول شروع کنیم 80 نفرم، او بازازی که در همون به حساب حوصله برتر میشه. خب ما امشب امرای کی گپ میزنیم، امرای سلیم و دوستایی که